درودی به روشنای دشت های دوشنبه شب میهن ایران زمین بر شما هم میهنان ارجمندم در جای, جای جای جهان به ویژه هم میهنان در مام میهن پس از مشروع اخبار بیننده ی برنامه دیگری از صفحه یک خواهید بود که خانشی است بر فشرده اهم مطالب منتشره روزنامه های امروز ایران در ایران فردا همگام با شما گذری بر پیشخانه نشریات شهر و نظری بر سرتیتر روزنامه ها با ما باشید به خانه باز خواهیم گشت ابقای غالیباف در رقابت با محسن حاشمی برای جایگاه شهرداری تهران تیتر مشترک بیشتر روزنامه های امروز ایران بود روزنامه میان روی شرق تیتر برجسته خود را به برکناری رئیس دانشگاه آزاد بست و نوشت فرهاد دانشجو در آستانه ازل رو تیتر بالای لوگوی شرق به نقل از شاخه سیاسی اخوان المسلمین خطا کردیم از ملت عذر می خواهیم آفتاب تیتر یک صفحه یک خود را با اشاره به فضای بسیار ملتهب جلسه رأیگیری انتخاب شهردار تهران پرسشی بست چرا هاشمی رأی نیاورد؟ تیتر یک ستون دوی آفتاب با رو تیتر هدایای ریاست جمهوری سابق به لادن می رود یا ایرانیان سوالی بسته شده بود هدایای ریاست جمهوری احمدی نژاد کجاست؟ ابتکار تیتر اصلی خود را با تصویری از فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد ایران از خبرهای زد و نقیز برکناری این رئیس دانشگاه پرمناقشه تحمیل شده در عهد احمدی نژاد آراست و نوشت دانشگاه آزاد در انتظار سومین رئیس تیتر یک ستون دوی ابتکار افشاگری تدریجی مردان احمدی نژاد قانون نیم صفحه اصلی صفحه یک خود را با تصویری خندان از دو رقیب اصلی شهرداری تهران اعتدالی آراست تعادل در بهش تیتر میانی قانون به نقل از سالهی وزیر خارجه پیشین با رو تیتر ناگفته های سالهی از سیاست خارجی دوران احمدی نژاد به ماجرای تسخیر سفارت انگلستان اختصاص یافت تلفنی اطلاع دادند سفارت انگلستان تسخیر شد اسرار با اشاره به واکنش ها به انتقادات درباره حذف کت خدایی توسط مجلس تیتر زد آقایان به تصمیم مجلس احترام بگذارند تهران امروز روزنامه وابسته به جناح قالیباف و شهرداری تهران با زوغ زدگی از ابقای مجدد غالیباف در سمت شهردار با تیتری جهادی بر پیشخان نشریات نشست جهاد ادامه دارد و روزنامه اعتماد به نقل از هاشمی رفسنجانی چنین تیتر زد آماده مذاکرات واقعی و اعتماد سازی متقابل هستیم ابقای قالیباف به عنوان شهردار تهران پس از مدتها کشمکش میان اصلاح طلبان و اصولگرایان برای تسخیر خیابان بهشت میان دو نامزد اصلی یعنی محسن هاشمی و قالیباف ماجراهای گم شدن هدایای ریاست جمهوری در دولت مختلف نظام جمهوری اسلامی و سرنخهایی از دزدیده شدن آنها از سوی احمد نژاد در آخرین روزهای کاری خود در پاستور نخستین واکنش احمد نژاد به ماجرای برداشت بی حساب و کتاب 16 میلیارد تومانی از حساب ریاست جمهوری سفر ظریف به عراق و اظهاراتش در خصوص سوریه ازل فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد ایران واکنش ها به انتقادات درباره حذف کت خدایی توسط مجلس و تازه ترین اظهارات کاترین آشتون مبنی بر ارائه پیشنهادات جدید گروه پنج به علاوه یک به تهران برای ادامه مذاکرات هسته ای اهم مطالبی بود که بیشتر روزنامه های امروز ایران به طور مشترک در صفحه یک و صفحات میانی خود به انتشار آن پرداخته بودند. چگونه بازها کبوتر شدند عنوان یادداشت بین امشب است که در فرانکفورت رالگماین تسایتون منتشر شده بود که به چرخش نسبتا حیرت دو کشور عربستان و قطر از موزه چکوشی و خشن پیشینی به موضعی نسبتا نرمتر کنونی در قبال مسئله سوریه اشاره داشت مارکوس بیکل با اشاره به این سخن نبیل فهمی وزیر خارجه مصر مبنی بر اینکه ما دخالت نظامی در سوریه را رد می کنیم معتقد است که همانند نبیل فهمی سفیران کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز سه شنبه حمایت خود را از دولت واشنگتن برای دخالت نظامی به گونه دریغ داشتند اینان اگرچه حاکم سوریه اسد را به یک جنایت هولناک متهم کردند اما در عین حال خواستار گفتگوهای صبورانه و احترام به شورای امنیت شدند نویسنده با اشاره به نقش دو کشور عربستان و قطر در این خصوص می نویسد برداشتی که بسیاری از کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و قطر در ماهای گذشته به دست داده بودند متفاوت بود این کشورها خواستار قاطعیت بیشتر غرب در برابر خودکامگی سوریه و نیز حمایت نظامی آشکار از مخالفان مسلح این کشور بودند اما اکنون که کاربرد سلاح شیمیایی در قوطه وز را تغییر داده و ظاهرا حمله نظامی نزدیک است اتحادیه عرب نهادی اغلب بیقدرت دعوت به خویشتنداری کند نویسنده در بخشی از نوشتار خود به چگونگی شرکت کنندگان کشورهای اتحادیه عرب و رأی دادنشان به موضوع سوریه میپردازد و مینویسد تنها فرستادگان لبنان و الجزایر و عراق رأی ممتنع دادند طبقه سیاسی در بیروت به طرفداران و مخالفان اسد تقسیم شده است هر رأی غیر از رأی ممتنع کشور کوچک همسایه سوریه را به گرداب جنگ می کشید فرانکفورت رالگ ماینه هر هرچند در آغاز نوشتار خود اشاره می کند عربستان سعودی و قطر ابتدا خواستار برخورد سختتری با سوریه بودند اما اکنون با ظرافت خویشتنداری کرده و موضعی مصمم و جدی در برابر دمشق را خواست دارند اما در پایان می نویسد با این حمله ها قرار است نه پیروزی شورشیان بر اسد بلکه موضعی قویتر برای آنها در کنفرانس صلح ژنو به دست آید و صفحه یک امشب را ادامه می دهیم و رق می زنیم با مروری بر چند سرمقاله از روزنامه های همسو و ناهمسو در تهران مقاله در صفحه یک روزنامه ابتکار می خاندم. که با عنوان ابتکاری البته کمی ابهام و ایهامی با واژه شومنیزم سیاسی و گفتمان بگم بگم منتشر شده بود ابتدا که مقاله رو میخواندم گمان بردم که چه بسا واژه شوونیزم سیاسی باشد که چنین نبود و البته ابتکار واجه سازی میهن است در هر روی نوشتار با پرسشی اساسی شروع می شود که آیا غیر سیاسی بودن ممکن است به تأثیر سیاست بر همه ارکان زندگی آدمیان می پرداخت و با این اشاره که کوچکترین تصمیم کوتاه سیاست مداران با بزرگترین بخش های زندگی شهروندان مربوط است و مرتبط است معتقد بود که نه تنها امور جاریه زندگی بلکه روح و روان و ازهان و ابدان انسان ها از سیاست متأثر می شوند هجیر تشکری در کاوش خود در اثرگذاری سیاست بر زندگی انسان ها و اثرپذیری آدمیان از سپهر سیاست به پدیده‌ای به نامه احمدی نژادیسم اشاره می کند و می نویسد پدیده احمدی نژادیسم را می توان هنر پیشگی داخل پرانتز می نویسه شومنیزم و آرتیست بازی سیاسی نام نهاد شومنیزمی که از خرافات بسیاری چون حاله نور و بشقابهای خالی و آفات فراوانی چون ابر گرفتگی شعور و توهم استقنا در رنج بود اینکه کسی در ردای حکیمان زلفنون ظاهر شود و درباره همه چیز اظهار توانایی کند و و علیوار خود را در ریاضیات و ریاضت و سیاسیات و قدرت و قضاوت و فلاحت و فلسفه و پزشکی و تاریخ و هنر و حکمت و ادبیات و ورزش و غیر و صاحب نظر و قادر و عمل بداند الحق سنت سیعه است که بنچاقش را باید و بایست رسما به نام پدیده یاد شده یعنی احمدی نژادیزم صادر کرد نویسنده در پایان می نویسد شاید بهتران باشد که برای شناخت این پدیده به مصداق تعرف الاشجار به اسماره ها یعنی درختان را از میوه هایشان بشناسید دستاورد های آن را منصفانه ولو به دور از نگاه اتوکشیده یا آکادمیک ارزیابی کرد. و اما روزنامه کیهان که عمدتا دیدگاه های رهبری نظام را منعکس می کند به قلم محمد ایمانی ستون نویس کیهان به احتمال حمله آمریکا به سوریه از یک سو و محاصره شدن سوریه از سوی نیروهای القاعده از سوی دیگر با لحنی حکایتی روایتی با عنوان آمریکا القاعده است چنین می نویسد کاری که آمریکا در قبال سوریه می کند از جنس رنگ کردن گنجشک و فروختن جای غناری نیست آمریکا میخواهد خواهد کلاغ را تاووس جا بزند کیهان در بخشی از نوشتار خود به چگونگی همسر نوشت شدن القاعده و آمریکا چنین میپردازد، پردازد القاعده ای که حضور آن و مبارزه با تروریزم بهانه لشکرکشی آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی شد حالا هم جبهه پنتاگون در سوریه و عراق شده است تا دیروز اعضای القاعده بمب به خود میبستند و در عراق و افغانستان عملیات انتحاری میکردند و امروز گویا قرار است آقای اوباما نیز آخرین قمار را بکند و کمربند انفجاری به خود ببندند و وارد ای بشود که دست بر غذا به تعبیر کیهان جر زدن در میانه بازی جایی ندارد و هر کس آن را شروع کرد باید تا پایان عواقب بازی را به جان بخرد و صفحه یک امشب را میبندیم با مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه در صفحه یک قانون خبری حادثه ای میخوانیم که با همه ی تلخی حادثه اما فرجامی عجیب و نسبتاً جالب داشت داستان عروس ها و مادر که به دشمنی تاریخی مشهور است اما این بار عروس قاتل پای چوبه دار از سوی مادر شوهر بخشوده شد و از مرگ نجات یافت گروه حوادث قانون در یک گزارش خبری نسبتاً طولانی با شرح چگونگی ماجرای به قهر رسیدن جوانی به نام حمید که تازه داماد خانه بود و عزیز دل مادر در پایان پیرامون چجوری بخشیده شدن این واقعه می نویسد بعد از پایان جلسه دادگاه هیئت قضات شبه چهار برای صدور رأی پرونده وارد شور شدند و سوگند یعنی عروس قاتل را به قصاص محکوم کردند در ادامه حکم نیز در شبه 27 دیوان عالی کشور تایید شد بعد از پایان جلسه دادگاه هیئت قضات شعبه 74 دادگاه کیفری از استان تهران برای صدور رأی پرونده وارد شور شده و سوگند خانم عروس خانم قاتل را به قصاص محکوم کردند در ادامه حکم در شعبه 27 دیوان عالی کشور تایید شد با استیزان یعنی دستور نهایی رئیس قوه قضاییه با استیزان حکم از رئیس قوه قضاییه سوگند تیر ماه امسال پای چوبه دار رفت که در آخرین لحظات مادر مقتول حاضر به بخشش عروسش شد در ستون زیر یک ابتکار سه خبر میخوانیم نخست بیانیه تشکر محسن حاشمی از حمایت مردم و رسانه ها در دو ماه گذشته از برنامه های ارائه شده ایشان برای شهرداری تهران و تبریک شخص ایشان به غالیباف و خبر دیگر خبر احتمال برکناری فرهاد دانشجو در ستون زیر یک ابتکار به نقل از یک منبع آگاه که اسمش نیامده بود از تنظیم صورت جلسه ای نوشته شده بود در پایین صورت جلسه محل امضای هاشمی رفسنجانی حسن خمینی جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم مشاهده می شد و اما روزنامه قانون در صفحه یک خود به عنوان جنگ روانی تازه تونروها علی توفیقی به نقل از یاسر هاشمی اقدام برای برکناری رئیس دانشگاه آزاد را تکذیب کرد یاسر هاشمی فرزند کوچک آیت الله هاشمی رفسنجانی است که به نیابت از از سوی پدر خود برخی امور دانشگاه را پیگیری می کند تا درودی دوباره و شامگاه دیگر در ایران فردا وامداد روشن بدرود